جناب آقای نادر مؤمنی زنده یاد به خانوادهش میگه از خونش بیاد بیرون و کرکره مغازهش بکشه پایین و به محض خروج از خونه شاید یک دو دقیقه بعد هدف گلوله قرار میگیره. گلوله ظاهرا از راه دور شلیک شده ولی نوع فشنگی که استفاده کردن فشنگ جنگی از یک پهلو وارد میشه و از پهلوی دیگه خارج میشه و نخایش هم از من میبره، مقدار زیادی از روده و ایناش هم همراه این فشنگ از اون طرف بیرون ریخته. متاسفانه ایشون همونجا تموم میکنه و به خانوادهش اطلاع میدن که جلوی مغازش هدف گلوله قرار گرفته. ایشون 55 سالشون بود و متأهل بودن، صاحب یه دختر و یه پسر 22 ساله و 23 ساله که الان بیپدر شدن. نزدیک 20 روز از فوت ایشون گذشته. فشاری که معمولا متداوله میذارن که بی سر و صدا ایشون رو دفن بکنن، ولی مردم خبردار میشن و در روزی که ایشون رو دفن میکردن تعداد خیلی زیادی مردم حاضر بودن و مراسم بسیار باشکوهی برای دفن این عزیز برگزار میشه. برخلاف فشارهایی که گذاشته شده بوده مردم استقبال زیادی میکنن و ایشون رو در یک امامزاده محلی به اسم امامزاده اسماعیل دفنشون میکنن. ایشون واقعا مثل خیلی از آدم های بیگانه هایی که تو این شرایط کشته شدن، حتی تظاهراتم نبوده، فقط از خونهش اومده بوده بیرون و نشون میده که چقدر این جنایت ها کورکورانه و بدون کمترین ملاحظه ای و به قصد زخمی کردن، به قصد کشتن زده شده. موارد زیادی که دیده شده ایشون هم از این قاعده مستثنا نبوده. سمت مورد که نمیخوان این مسئله خیلی عمومی بشه، ولی خب مردم نذاشتن این جریان بی سر صدا چیز بشه. محیط شهریار محیط خیلی ملتهبیه و عزیزان زیادی اونجا کشته شدن، برای همین خیلی شرایط امنیتی هنوز برقراره و متاسفانه خیلی خانواده از اینکه فشارها روشون زیادتر بشه سعی میکنن با مطبوعات صحبت نکنن، به خاطر که میدونن بعدش مشکلات دیگه براشون درست میشه. مردم بدونن که چه اتفاقی افتاده و آدمایی که در این شرایط کشته شدن آدمای معمولی و بدون وابستگی به جایی و بسیارشون حتی در هیچ نوع تظاهراتی هم شرکت نکردن، بلکه فقط هدف گلوله قرار گرفتن که کورکورانه دستورش داده شده.